حتما شنیدید از مدتها پیش موضوع جابجایی دو زندان قزلحصار و گوهردشت کرج در دستور کار رئیسی قضاییه خامنه‌ای و سازمان زندانهای رژیم قرار گرفته. تلاش‌ها برای خارج ساختن زندان قزلحصار و گوهردشت با چه منظوری صورت میگیره؟ خروج از شهر یا امحاء آثار قتل عام 67؟ همراه هستیم با آقای حسن ظریف از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه حمید نوری. با سلام و درود به شما آقای ظریف و ممنون از حضورتون در این برنامه. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی. درود بر شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای ظریف، خب ما در خبرها داریم که رژیم تصمیم گرفته زندانیان زندان گوهردشت رو جابجا کنه. این جابجایی ها به چه دلیلی داره انجام میشه؟ در توضیح اقدام و اقدامات مشابهی که رژیم انجام میده، ما باید به هدف اصلی که پشت این اقدامات خوابیده توجه کنیم. یعنی که هر اقدام ضد مردمی و جنایتکارانه ای که انجام میده، همگی هدفی در راستای پوشاندن جنایتی داره که اون رو توی پوشه مختلف و توجیهات ظاهر موجه هم انجام میده. حالا موضوع جابجایی زندانیان زندان گوهردشت هم از همین گونه طرح است که اجرایی رئیس قوه قضاییه در 17 فروردین امسال دستور اون صادر کرده و از روز 12 اردیبهشت این جابجایی شروع شده. قضاییه آخوندی دلایلی که برای ضرورت جابجایی آورده: قدیمی و فرسوده بودن زندانه، نداشتن گنجایش کافی و اینکه توی محدوده شهری قرار داره. اما این سه دلیلی که عنوان کردن کاملا غلط و انحرافی است و دلیل اصلی اینه که این زندان محل قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 که در دادگاه حمید نوری توی سوئد پرده از روی جنایتی که توی این زندان اتفاق افتاده برداشته شده. رژیم میخواد صحنه جرم رو از بین ببره. بله، خب اشاره کردین به قتل عام 67. خب همونطور که ما میدونیم قتل عام زندانی سیاسی در سال 67 یه جنایت سراسری بود که در سراسر زندان‌های کشور انجام شده. بعد دستور خب این قتل عام هم توسط فتوای خمینی استارت خود. حالا چرا رژیم فقط روی زندان گوهردشت متمرکز شده و دستور تعطیلی اون رو داده؟ بله کاملا درست میگی. فتوای قتل عام زندانی سیاسی توسط خمینی فتوای سراسری بود و این جنایت هم تو زندان‌های دیگه هم مثل اوین و کیلواد مشهد، زندان‌های اصفهان، زندان اصفهان، همدان، شیراز، اهواز، توی رشت، زندان زاهدان و چندین زندان دیگه انجام شده. اما اون چی که تفاوت داره اینه که در دادگاه حمید نوری تمام جزئیات قتل عام در زندان گوهردشت توسط شاهدان زیادی که توی دادگاه حضور پیدا کردن افشا شده. هیئت مرگ، راهرو مرگش، سالن مرگش و دیگر جزئیاتی که به حساب توی اون زندان اتفاق افتاده با ماکت و نقش و شهادت‌های دقیق و جزئی بیان شده و همه دنیا هم و تمامی منظور از تمامی سازمان‌های حقوق بشری دنیا به اون اشراف پیدا کردن. اما در مورد دیگر زندان‌هایی که قتلگاه زندانیان سیاسی در سال 67 بوده چنین روشنگری نشده. علت اونم چند دلیل داره. اول اینکه چون حمید نوری جلادی بوده که تو زندان گوهردشت کار میکرده، فقط موضوع قتل عام زندانیان در زندان گوهردشت این دادگاه مطرح شد. دومی که برخی از زندان‌ها از زندان‌های مختلف شهرستان‌های مختلف اصلا شاهدی باقی نمونده که بخوان بیان قتل عام توی اون زندان‌ها رو گواهی بدن افشا کنن. علت اینکه رژیم شروع به انتقال زندانیان زندان گوهردشت کرده اینه که قتل عام در این زندان با همه جزئیات اون افشا شده. حالا رژیم میخواد با تغییر کاربری این زندان و تغییراتی که در اون به وجود خواهند آورد این محل رو از فرماسیون قبلیش خارج کنه و آثار همه جنایت‌هایی که تو انجام شده رو از بین ببرن. مگه در مورد گورهای جمعی قتل عام 67 این کارو نکردن؟ مگه محل گورهای جمعی تو گورستان‌های مختلف مثل اهواز و رشت و تبریز رو این جاهای دیگر رو به اماکن تجاری و حتی خیابون تبدیل نکردن؟ پس در جواب شما باید بگم که تمرکز روی زندان گوهردشت به خاطر اینه که این زندان به عنوان سمبل قتل عام 67 به دنیا معرفی و شناسانی شده.
بله ممنون از توضیحاتتون آقای ظریف. خب در خبرهایی که پیرامون زندان گردش و جابجایی زندانیان منتشر شده، هم به موضوع تعطیلی زندان و هم به جابجایی زندانیان اشاره شده. بله. موضوع چیه؟ آیا اصلا میخوان این زندان رو کاملا تعطیل کنن یا قصد دارن زندانیان رو جابجا کنن و یا پروژه‌های دیگری رو میخوان از این طریق پیش ببرن؟ بله کاملا درست میگی. توی خبرها هم موضوع تعطیلی اومده، هم اینکه ذکر کردن این زندان بافت فرسوده‌ای داره، ممکنه در اثر زلزله زندانیان آسیب ببینن. ببینید اگه به همین یه دلیل ارائه شده توجه کنیم، میبینیم که کاملا دروغ و غیر واقعیه. اولا چون زندان گاردش از جمله زندانایی که بعد از انقلاب و در سال 61 راه اندازی شد. این زندان یه سازه بتونی داره و کاملا مستحکمه. اگه موضوع فرسودگی ساختمان و حفظ جان زندانی ها مطرح باشه، زندان های اوین و قزلسار که قدیمی تر هم، زندان های وکیل آباد، دیزل آباد، عادل آباد و همسال اونها که تو زمان شاه ساخته شده خیلی قدیمی تر و فرسوده تر هم. چرا سراغ زندان گردش اومدن؟ اگه بحث زلزله و حفظ جان زندانیانه، چرا از فرسوده ترین اونها شروع نکردن؟ پس ببین موضوع ربط به فرسودگی زندان و حفظ جان زندانیان نداره. این زندان اولا خیلی بزرگه و در طول 20 سال گذشته هم ساخت و سازه زیادی توی اون انجام شده. امکاناتش از زندان بزرگ تهران که در جنوب تهران هم قرار داره کامل تره. اما دلیل اصلی برای جابجایی زندانیان اون رو و تغییر کاربری محل صرف هم به خاطر جنایاتی است که در سال 67 اتفاق افتاده و به دنیا معرفی شده. بعد اینم اضافه کنم، علاوه بر اون که رژیم میخواد آثار جنایت قتل عام توی زندان رو از بین ببره، هدف جانب دیگری هم داره. اونم اینه که قصد داره زندانیان این زندان رو از نزدیکی شهر دور کنه تا اگه قیام حرکتی در شهر پیش اومد، زندانیان دور از دسترس باشن و مردم نتونن برای آزاد کردن اونها اقدامی انجام بدن. همونطوری که توی شامگاه 18 دی همین 401 بود که دیدیم، به محض انتشار خبر انتقال دو تا زندانی به نام محمد قبادو و محمد بروغنی بود که می‌خواستن بر از سلول انفرادی می‌خواستن اعدام کنن، که حلقه‌های انسانی دور این زندان تشکیل شد، جمعیت زیادی از جاهای دیگه بوق زنان با ماشین به سمت زندان گردش اومدن و اونجا خودش شد یک کانون شورش. رژیم به خوبی میدونه قیام و جنبش مردم ایران خاموش نشده، خوب میدونه که دوباره این قیام با خشم گسترده تر سر باز میکنه و سر راهشه. پس تمامی اقدامات لازمه رو انجام میده تا جلوی هر گونه احتمالی تو این زمینه رو بگیره. اما در یک کلام، یکی از کارهایی که رژیم به جد دنبال میکنه از بین بردن اماکن و گورهای جمعی قتل عام سال 67 که زندان گردش در اولویت اون قرار داره. و در جواب باید بگم که اولا موضوع تعطیل کردن زندان مطرح نیست. در کل بعدی رو گفت که رژیم نه تنها از تعداد مراکز سرکوبش کم نمیکنه، که همواره در حال اضافه کردن هم هستش. بله خب ما در خبرهایی که همین پیرامون زندان بود خب توضیحات کامل رو دادید، اما جدا از اون شما یکی از شاهدان و شاکیان پرونده حمید نوری بودید. خب چه چیزی بیشترین تأثیر رو در افشای جنایت در زندان گردش و در طی این دادگاه و جامعه بین‌المللی و حقوق بشری داشته؟ به نظر من سه تا موضوع تو افشای جنایت زندان گردش بیشترین آثار و روشنگری رو برای دادگاه و مجامع حقوق بشری داشته. اول، حضور تعداد زیادی از مجاهدین تو دادگاه حمید نوری که خودشون از شاهدان شکنجه و جنایات حمید نوری خصوصا تو ایام قتل عام بودن، که با تمام جزئیات شهادت دادن و در پرونده ها هم ثبت شد. دومین موضوع در افشای این جنایت تاثیر جدی داشت، حضور تعدادی از شاکیان پرونده حمید نوری توی اشرف 3 که این تعداد از شاکیان و شاهدان زمانی که خواستن به دادگاه برن یه ماکت بزرگ و دقیقی از زندان گردش رو ساخته بودن و به دادگاه بردن، که برای رئیس دادگاه وکلا و داستان خیلی کمک کننده بود. یعنی تا قبل از این ماکت وقتی شاهدان میگفتن از پنجره سلولا تونسته بودن کامیونای حمله جنازه رو ببینن، برای دادگاه عینی نبود، ابهاماتی برای دادگاه باقی میمون.
اما این ماکت همه رو نسبت به وقایعی که در ایام قتل عام در گواردش اتفاق افتاده بود کاملا عینی کرد. سومین عاملی که در افشای این جنایت نقش جدی داشت و هنوز هم تاثیرات خودش رو داره، اون موزه‌ای که در اشرف سه ساخته شده. این موزه علاوه بر اون که تاریخچه مقاومت ایران و مبارزات خونبار این سالیان رو به خوبی به تصویر کشیده، یک بخش مهمی داره که مربوط به قسمت زندان و سلول‌های زندان و شکنجه زندانیانه. در همین قسمت یه نمونه مشابهی کوچک البته از راهرو مرگ و سالن مرگ و هیئت مرگ زندان گردش هم درست شده که بارها از طرف بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی مورد بازدید قرار گرفته. این قسمت از جمله قسمت‌های مهم این موزه اشرفه که هر کس از اون بازدید کرده اولین جمله‌ای که از ذهنش خارج میشه این بود که میگن تا به حال به این روشنی به ابعاد قتل عام 67 به اشرف نرسیده بودم. به نظر من این سه موضوع بیشترین تاثیر رو در افشای جنایت در شکنجهگاه گردش داشته و به همین دلیل جا به جای زندانیان گردش و تصمیماتی که برای تغییر کاربری این زندان دارن با هر بهانه‌ای که باشه، موضوع اصلی اینه که جنبش دادخواهی همچنان پیگیره رسیدگی به این قتل عامه و تلاش رژیم هم حذف صورت مسئله و از بین بردن آثار جرمه، یعنی از بین بردن اون راه روی مرگ و سالن مرگ زندان گردش. بله بسیار ممنون از توضیحات کاملی که دادین و حضورتون در این برنامه. منم تشکر میکنم از شما و این فرصتی که به من داده شد. ممنونم.